شکرانه. چرا ازم پرسیدی هنوز دوستم داری یا نه؟ من گفتم؟ یادم نمیاد. ولی من یادمه، چون همه یه حسم رفت. آخرم خیلیم خوب بود. شاید یعنی تو لذت نبردی؟ نگفتم لذت نبردم، گفتم حسم رفت. باش، من زن مزخرفیم، با منم لذت نمیبری. یکی همچین حرفی زدم؟ من فقط ازت یه سوال پرسیدم. همین حرف بدی زدم؟ حرف بدی نزدی، ولی وقتی اینو میگی یعنی نگرانی. وقتی هم نگرانی یعنی لذت نبردی دیگه. از اون وقت که میگفتی خودت لذت نمیبری، حالا میگی من لذت نبردم؟ دقیقا تو لذت نمیبری. این مربوط به امشب هم نمیشه. حمید جان، میشه گند نزنی به شبمون؟ بله، چرا نمیشه؟ سنجاقا رو از شماهای من در بیار تو رو خدا. تو چرا نخوابیدی؟ داشتم فکر میکردم. به اون حرف تو فکر میکنم از یه جایی همه چی اشتباه بوده. مینا، من دستم خودم رو گرفتم. داری سر به سرم میذاری نه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی به همین مسخرگی یهو تصمیم گرفتی بری؟ مگه میتونی؟ واقعا نمیدونم. اینقدر اون کلمه مزخرف رو تکرار نکن حمید. الان یه ساعت هرچی بهت میگم میگی نمیدونم. مینا میشه داد نزنی؟ نه نمیشه. خب من راستشو بهت گفتم. میتونستم به جاش هزار تا چرت و پرت بهم ببافم. راست چیو بهم گفتی؟ راست چیو بهم گفتی حمید؟ فقط گفتی میخوای بری، نگفتی برای چی، نگفتی چرا. با تو هم چرا جواب نمیدی؟ تا وقتی بخوای داد بزنی، پرخوش کنی، نمیتونی ما هم حرف بزنی. آروم باش. چه جوری آروم باشم حمید؟ من کلی بهش فکر کردم. فقط اون جمله تو باعث شد من تصمیم خودم رو بگیرم. کدوم احمقی به خاطر یه جمله هنوز دوستم داری تصمیم میگیره بره؟ واسه یادت نرفته این جمله رو گفتی. الان میخوای آتو ازم بگیری؟ نه، فقط خواستم یادت بندازم چی گفتی. خب غلط کردم. به جای بغل بوس چه نصیبم شد. من حاضرم همین الان هم بغلت کنم هم ببوسمت. لازم نکرد. تو دیوونه نکن آدم و بغل بوس پیش کشه.
این کباب ناب کیه؟ چی؟ میگم کباب ناب کیه؟ کبابیه دیگه. اون وقت این کبابی چی داره که شمارش تو گوشی شماست؟ کباب ناب داره. از کدوم مدل کبابای ناب؟ از همون مدل که به سیخ میکشن. میشه مسخره بازی در نیاری؟ والا تو داری الان مسخره بازی در میاری. خیلی راحت میتونی شماره یارو رو بگیری ببینی چی داره برای فروش. نصف شبی زنگ بزنم بگم کباب ناب چی دارید بزنی بر بدن. قطعاً نصف شبی چیزی نداره که تو بخوای بزنی بر بدن. میتونی صبح این کارو بکنی. پای کسی در میونه؟ نه. مطمئنی؟ نه. اگه بخوای اینجور جواب بدی من ترجیح میدم بخوابم. مینا جان، مگه تو تو این سالا از من چیزی دیدی؟ بابا نذار شبه با اون به زدن حرفای چرت بگذره تا صبح چیزی نمونده. اگه صبح قراره چه اتفاقی بیفته؟ هیچی، من صبح میرم. باز میگه میرم. کجا میخوای بری؟ واقعا نمیدونم. یعنی صبح چمدونتو برمیداری راه میفتی واسه خودت تو خیابون، شبم میخوای کنار خیابون بخوابی؟ آره، امکان داره همچین اتفاقی بیفته. یا چه میدونم، برم این گوشه واسه خودم گم و گور شم. که چی بشه حمید؟ که ببینم با خودم با زندگی چه غلطی کردم، چندم چه گویی خوردم. چرا همینجا نمیبینی؟ کسی جلوی خلوتشو گرفته؟ اینجا نمیشه. اینجا یعنی تکرار، یعنی همونی که هر روز بودم. یه وقت بگیریم بریم پیش روانشناس. باشه، قربونت برم. مینا، من یه مشاور خیلی خوب میشناسم، آدم قابل اعتمادی. مینا، دلازمشون برم پیش روانشناس چی بگم؟ اصلا مگه توضیح دادنیه؟ تو که عزیزمی، به این راحتی ها نمیتونم به توضیح بدم. اون که جای خود داره. دیگه شک ندارم که تو داری بازی میکنی. یه نخ سیگار به منم بده. چی؟ یه رخ به منم بده. مگه تو سیگار میکشی؟ چند وقت سیگار میکشی؟ خیلی وقت. عجب. تعجب کردی؟ والله از اینکه سیگار میکشی تعجب نمی کنم. از اینکه این قضیه رو 15 سال ازم مخفی کردیم متعجبم. چی باعث شده که این همه سال این قضیه رو بهم نگی؟ نمیدونم. شاید با خودم گفتم اگه بهت بگم سیگار میکشم نگاهت به من عوض شه. چی؟ نگاه هم؟ اینو من خودم دارم سیگار میکشم. فکر کردی من از چیه تو خوشم اومده که سیگار کشیدنت باعث میشه دیگه نیاد؟ اونم چیزی که حتی ترس یا علاقت به منم نتونست جلوشو بگیره. تو بازم سیگار کشیده تو این همه سال، اما با سختی، با مصیبت. همچین با سختی و مصیبت هم نبوده. همین چیز ذهن من به خودش درگیر کرد. چرا من نتونستم جوری رفتار کنم که تو اینو بفهمی؟ این همون حسیه که بهت گفته منو ول کنی و بری؟ این عقلم. اون وقت چی شده که حست رفته و عقلت اومده سر جاش؟
خب این یه طرفه نیست، مطمئنم تو هم درگیرشی، یعنی حتما دنبال شریک جرم میگردی؟ نه، ولی باور دارم وقتی یه طرف دچار شک بشه تو زندگی مشترک، اون طرف دیگه هم یه چیزی تو قلبش لرزیده. تو دانشگاه زیاد میدیدمت، از اون قیافه‌ای نبودی که خیلی خوشم بیاد بهت پیشنهاد بدم. چقدر پر روی تو. زیادی خوشگل بودی. یعنی چی زیادی خوشگل بودم؟ خب ارتباط گرفتن با دختری که زیادی خوشگل هست همیشه این ترس رو به وجود میاره که یک کسی خوشگلتر و پولدارتر او رو از چنگ تو در آورد. حالم به هم میخوره از این نگاه مزخرف مردونه. دارم از چرت و پرتی که این پسرای جوان تو جمعشون میگم صحبت میکنم. تو کافتریای دانشگاه با بچه ها نشسته بودم که یهو دیدم تو از پله ها داری میای پایین. یه کوله سرشونت بود، انگوش شست زیر بند کوله بود و با چهار تا انگوش دیگر آروم میزدی رو بند کوله، انگار داشتی یه آهنگی میزدی. یه دسته از موهات اومده بود زیر چهار تا انگشته. با حرکت انگشته تو انگار یه موسیقی عجیب تمام وجودم رو گرفت. دلم یه هوریخ. پس عاشق بند کولم شدی؟ مسخره است؟ نه جالبه. خب تو کی؟ من کی چی؟ کی عاشقم شدی؟ از کجا میدونی عاشقت شدم؟ یعنی نشدی؟ شب فوت بابات. چه شب عجیبی بود. خونه بابات بودی، اومدیم توی اتاق بخوابی، تو لب تخت نشستی، یهو بی مقدمه بهم گفتی امروز صبح که با لباس سیاه از در اومدی تو، رفتی تو بغل مامان، شروع کردی به گریه کردن. خیلی خوشگل شده بودی، خیلی. بعدم سرتو گذاشتی تو بغلم و شروع کردی به گریه کردن. دلم نمیخواست هیچ وقت اون شب تموم شه. آره یادمه، خیال میکردم به خاطر فوت بابا میخوای بیشتر ازم مراقبت کنی. واقعا چی شد که با خودت فکر کردی باید بری؟ سخته بگی چرا؟ آره سخته، خیلی هم سخته. یه چیز که نیست، به اندازه طول زندگی مشترکمون حرف هست که نزدم یا نخواستم بگم یا نتونستم بگم. خب چرا نمیگی؟ شاید بشه حلش کرد. با حرف زدن نمیشه حلش کرد. حرفای تلنبار شده وقتی سرباز میکنه که دیگه خیلی دیره. خب بالاخره که چی؟ میخوای نگهشون داری؟
دیروز رفتم شیرینی فروشی کیکی رو که برای سفارش داده بودم رو بگیرم. بالای سرم یک ساختمان نیمه کاره بود. بعد یهو یکی از اون بالا داد زد. یهو خودم رو کشیدم عقب. یکی سه بزرگ سیمون از جلوی صورتم رد شد و افتاد رو کیک. خدا بهت رحم کرده. چشمم به کیک له شده زیر کیسه سیمون که افتاد منگ شدم. با خودم گفتم اگه خودم رو نمی کشیدم عقب الان جمجمه من جای کیک له شده بود. بعد با خودم فکر کردم اگه الان من مرده بودم از زندگی که کرده بودم راضی بودم، خوشحال بودم، لذت برده بودم و جواب همه سوالا نبود. پس فقط حرف من نبوده که باعث شده بذاری به کوه و دشت. اصلا مسئله یه اتفاق و دو اتفاق نیست. یه لحظه است که آدم به خودش میاد میبینه هر روز داره یه زندگی رو تکرار میکنه، هر روز داره یه لبخند احمقانه میزنه که بگه مثلا خیلی خوشبخت. اما تو کی؟ الان که داری اینجوری میگی به خودم فکر میکنم یه وقتی چقدر دستت ناراحت بودم، ولی اصلا به روی خودم نیاوردم یا یه چیز دیگر بهونه کردم که حرصم سرت خالی کنم. ببینم اینا، اولین باری که از دستم عصبانی شدی کی بود؟ شب با تختی. خب هرچی صدات زدم نیومدی بالا، دم در بودی. تو خودت میدونی من از قرار گرفتن تو جمع زنها کلافه میشم، خجالت میکشم. ناسلامتی داماد بودی، پنج دقیقه میومدی بالا برمیگشتی. گفتم زشت دیگه، مزاحم نشم. بعدم که مهناز میخواست بره رفتی رسوندش. مهناز زن رضا؟ نصف شب بود. خب مهناز میتونست با یه تاکسی بره، چه دلیل داشت تو برسونیش؟ خب من واقعا فکر نمیکردم تو ناراحت بشی. بعدش هم تو رابطه من با رضا رو میدونی، مثل برادر ما. دوستام کلی به این مطلق انداختن، اعصابم به هم ریخت. گفتم چیزی نگم، روز دوم زندگیمونه، ناراحتی به وجود نداره. اگه همون موقع میگفتی توضیح میدادم نمیذاشم ناراحت بشی. خب الان توضیح دادی، فایده ای داشت؟ کلن یه سری فکر کردی دیگه، فکرم زشته، فکرم ناراحت نمیشی، جای همه فکر کردی. اون موقع میتونستم بفهمم برات مهمه تا دوباره اشتباهمو تکرار نکنم، تا نذارم رو هم تلمبار بشی که بعد 15 سال بخیر بگی. من الان هم نمیخواستم بگم، خودت این بازی رو راه انداختی. این بازی نیست مینا، برای من بازی نیست. بعضی وقت تو فکر میکنم درد از نگفتن نیست، درد از یک فاصله تاریک بین دو بخش زندگی آدم هاست، اونی که نمیذاره ما هیچ وقت حرف بزنیم. ول کن بابا، کدوم فاصله؟ چی میگی برای خودت همین؟ دفعه بعد کی بود؟ مگه من بعد 15 سال الان همه چی یادمه؟ بشینم فکر کنم یکی یکیشو بگم؟ اینجوری باید یه سال تو همین اتاق بمونی که بشنوی. منظورم اون چیزایی که هنوز آزارت میده. وقتی میخوای من قضاوت کنی کنارم میچینی. من در مورد تو هیچ چیزی رو کنار هم نمیچینم. اگه اینجوری بود صد بار ولت کرده بودم رفته بودم. آره باید ول میکردی میرفتی. من اصلا تو احمق نیستم. واقعا فکر میکنی من احمقم؟ چرا؟ چون میگم زندگی نمیکنی؟ نه احمقی، چون فکر نمیکنی به زندگیت، چون هیچی برات مهم نیست، نه من، نه بچهت، نه زندگیمون. نمیتونی همینجوری منو ول کنی بری، میفهمی همین؟ نمیذارم گوه بزنی به زندگیمون. به من دست نزن. اینا آروم. میگم به من دست نزن. نه همسایه‌ها بیدار میشن زشته. تو نگران همسایه‌های اون وقت نگران گردی که به زندگیمون میزنی نیستی نه؟ وقتی میگم بیشوری نگونه. چه بیدار میشه؟ به جهنم. بذار بیدار شه ببینه پدر بی همه چیزش میخواد ولش کنه بره. بس کن دیگه. مامان. آرام جان. بیدار شدی مامان؟ مامان داشتین دعوا کردین؟ نه دخترم. خوب بعد دیدی.
چیزی نمیخوای برات بیارم؟ نه ممنون. حمید. بله. معذرت میخوام. نه من معذرت میخوام. تقصیر منه. تو واکنش طبیعیه. چون نمیدونی چه اتفاقی افتاده. منم از توضیح درسته شوشم. واقعا نمیدونم بدون تو باید چی کار کنم. با بچه، با زندگیمون. ببین مینا، من همیشه تو رو اسمت میکنم. خونه، ماشین، سهمم تو شرکت و البته حق طلاق و ازانت آرام. این یعنی داری برای همیشه میری؟ خب خالی باشه. خیال میکنی که میتونی خواهی تو رها کنی ولی همه چیز تو ببخشی ولی نمیتونی ذهنتو به این راحتی ها بریزی دور. ممکنه تو راست بگی، اما میخوام امتحانش کنم. میخوام آزاد باشم. هر جای این دنیا بری قلمرو یه حکومته. نمیتونی آزاد باشی و هر کاری دلت خواست بکنی. گم شدن کار سختی نیست مینا. هرچی دنیا شلوغ‌تر باشه گم شدن توش راحت‌تره. شاید تو راست میگی. شاید هم دارم چرت میگم. تو اولین بار کی از من ناراحت شدی؟ بدش که مهم نیست. بگو برای من مهمه. چیزی که هنوز از خاطرم نرفته وقتی بود که من 6 ماه بیکار بودم و تو هم به خاطر حاملگی نمیتونستی بری سر کار. جمعه بود، هیچی پول نداشتم. گفتی برو واسه خونه مرغ بخر. میدونستی پول ندارم. گفتم اگه میشه یک شنبه میخرم. آخه یه چک 200,000 تومانی دستم بود واسه یه خورده کاری جزئی که یک شنبه نخوشم. بهم گفتی بیارزه. مردی که نتونه به فکر خانوادش باشه به هیچ دردی نمیخوره. رفتم از خونه بیرون، یه مغازه باز پیدا کرد، چکو بهش نشون دادم. گفتم میشه این چکو بگیرین و به جاش مرغ بهم بدین؟ گفت نه. گفتم ساعتم هم گرون میذارم. بهم گفت برو خدا روزی تا جای دیگه حواله بده. قلبم شکست. ولی وقتی اومدی مرغ گرفته بود. رفتم پیش کسی که حاضر نبودم بهش رو بندازم. چه خودم ازش پول قرض گرفتم. خودم همون موقع پشیمون بودم. نمیخواستم معذرت خواهی کنم. فکر میکردم این کمترین کاریه که تو باید برای خانوادت انجام بدی. اشتباه کردم. همون اشتباه میکنیم. یه لحظه یه همون به خودمون میاییم، میبینیم زندگی یکی رو با حرفمون از بین بردیم. ممکنه یه روز برگردی؟ نمیدونم. ولی اگه برگردم دیگه این آدم نیستم. شاید منم دیگه این آدم نباشم. تغییر خوبه. ما آدم ها اگه نخواهیم تغییر کنیم منقرض میشه. مثل ایمونم. آدم ها منقرض میشن. اما دنیا هست. تا وقتی اسیر قوانین خود ساختمونیم همینه. آرام چند سال دیگه میشه یکی مثل من و تو. مینا، کاش که میتونستی یادش بدی طبیعی زندگی کنی. پس من چی؟ باهم تلاش کنیم. همین امروز هم دیره.